دار نشان دهنده نوع خوراک اون پرنده هستش. دقت داشته باشین، مثلا اگر چنانچه منقارشون شبیه یه بیلچه کوچیک باشه، نشون میده تغذیهشون باید از موادی که تهنشین شده توی مرداب ها و اینا انجام بگیره. مثلا نگاه کنید یه همچین چیزی منقار بیلچه ماننده. یا اگر چنانچه از دانه‌های گرد استفاده کنن، منقارشون یه مقداریش نابدون شکل باید باشه، یه مقداری بلند باید باشه تا بتونه در حقیقت اون دانه گرد هدایت بشه به سمت دهانشون. یا ممکنه که تغذیهشون رو از تخمه‌ها مثل توتی، مرغ عشق، اینا نوع منقار خاص دارن، منقار بالایی، بلند، سخت و بسیار محکمه و کمک میکنه تا تخمه ها رو بشکنن. به همین شکل دیگه تغذیهشون، مثلا اگر روی شکار باشه مثل عقاب، باید منقاری که دارن به شدت نوکتیز و در حقیقت آماده باشه برای اینکه بتونه گوشت رو بشکافه. یا فرض بگیریم اگر چنانچه هم ماهی تغذیه کنن، شکل خاصی رو که میبینیم میتونه داشته باشه تا بتونن حمل کنن ماهی رو از جایی که گرفتن تا لونه شون. یا به هر حال شکلهایی رو که دیدید شکل‌های مختلف منقار بود که نشون می‌داد نوع تغذیه‌شون چیه. اما برای اینکه ما بفهمیم محل زندگی پرنده کجاست، می‌تونیم از روی پاهاش کمک بگیریم. طبق‌بندی پرندگان بر اساس پاهاشون. مثلا اونایی که تو مرداب هستن، باید پاهاشون یه مقداری بلند باشه. به این شکل که می‌بینیم و پنجه‌ها هم بلند تا در حقیقت یه مقداری سطح اتکا رو زیاد بکنه. یا مثلا اونهایی که تو آب زندگی میکنن دیگه مشخصه دیگه، باید بین پنجه هاشون پره وجود داشته باشه تا کمک بکنه به شنا کردن. یا مثلا اونهایی که روی زمین را میرن مثل شترمرغ، باید یه چیزی شبیه سم داشته باشن، به عبارتی ناخون رو باشن. این پا به این شکل هستش. یا مثلا اونهایی که رو صخرا هستن مثل عقاب، اینها باید پنجه های تیزی داشته باشن که بتونه توی این قسمت هایی که صخره و این حرف هست گیر بکنه و در برابر بادی که میاد بتونن مقاومت کنن. خب پرنده ها ببینیم چه فایده هایی دارن. هممون میدونیم یکی از فایده هاشون خوراکیه که از اونها ما استفاده میکنیم، مثل تخم مرغ، مثل خود گوشت پرندگان. فایده دیگه شون که کتاب گفته، حالا دیگه آوای خوشیه که دارن برای گفته کتابه، خیلی همچین جالب نیست. فایده دیگه شونه که حشراتی که میتونن مزاحم باشن رو اینا جمعیتشون رو کنترل میکنن با شکار کردنشون. فایده دیگه ای که دارن اینه که میان دانه گیاهانی که هرز هستند، علفهای هرز هستند و میتونن بیان در مزارع پخش بشن این گیاهان و خود رو رشد کنن و آب و مواد غذایی خاک رو بگیرن و کشاورزی رو در حقیقت با مشکل روبرو کنن. پرندگان این دانه ها رو میخورن و از گسترش این گیاهان هرز جلوگیری میکنن. خب اما ضررهایی هم دارن مشخصه. یکی از ضررهاشون برای در حقیقت دامداران هستش که میتونن بیان بره ها و در حقیقت دام های کوچیک رو شکار بکنن. یکی دیگه میدونیم هممون که میتونن این بار بیان دانه های مفید رو که تو کشاورزی ما داریم رشد میدیم اونا رو بخورن. پس اینجا این بار میشه ضرر. این تا اینجا. اگر تا همینجا رو اشکالی دارید بپرسید. هیچ کس اشکال نداره. بریم سراغ قسمت بعدی، یعنی پستانداران. ببینیم بچه ها، ما پستانداران رو بر دو اساس تو کتابمون طبقه بندی میکنیم. یکی بر اساس چگونگی تغذیه و محافظت از جنین، یعنی که در حقیقت جنین این موجود چجوری تغذیه میشه و چجوری محافظت میشه. بر این اساس ما پستانداران رو تقسیم بندی میکنیم به پستانداران تخمگذار، پستانداران کیسه دار و پستانداران جفت دار. یکی هم از نوع تغذیه خود پستانداره که آیا گوشتخاره، گیاهخاره یا همه چیزخاره. قسمت اول رو میخواییم شروع کنیم و بحث کنیم. پستانداران
اولا میدونیم دارای غدد شیری هستن، برای همین همچین اسمی رو بهشون دادیم. غدد شیری چی هستش؟ ما میدونیم غدد شیری غددی است که در درون اونها ماده غذایی نوزاد جمع میشه به نام شیر، که بسیار غنیه از چربی، از پروتئین، و نوزاد تا زمانی که خودش بتونه غذای سفت رو بجوه باید از این شیر تغذیه بکنه. خب محل زندگی پستانداران به نظرتون کجاست؟ پستانداران همه جا تقریبا میتونن زندگی کنن. مثلا ما میدونیم پستانداری مثل نهنگ یا دلفین توی آب زندگی میکنه، پستانداران روی زمین زندگی میکنن، تو غارها، خفاش‌ها، در محل بسیار تاریک میتونن زندگی بکنن، بعضیشون زیر خاک زندگی میکنن، اونهایی که مثل موش کور. پس پستانداران جای مختلفی زندگی میکنن. مسئله بعدی از نظر سطح بدن، اینها عایق بندی گرمایی دارن، یعنی ما میخونیم که پستانداران بدنشون توسط مو یا پشم پوشیده شده، توسط مو پوشیده شده و در برابر سرما میتونن مقاوم باشن، و توسط پشم پوشیده شده که باز هم در برابر سرما عایق بندی گرمایی شدن. پس این جمله کتاب که عایق بندی گرمایی شدن توسط مو یا پشم، مشکلش باید رفع شده بشه. یه نفر سوال داره. آقای همون جوری که غیر والهایش حاشیه میگن، چجوری والها به توی آب به نوزادشون شیر میدن؟ خب همون جوری که تو خشکی به نوزادشون شیر میدن بقیه موجودات. یعنی چی؟ نگران چی هستین؟ شیره بره به آب قاطی بشه؟ خب اون بچه در حقیقت دهانشو به دور سینه میندازه و مکش رو انجام میده. مگه بچه که شیر میخوره هوا میره تو شکمش که حالا آب بره؟ بریم سراغ سوال بعدی اگر سوالی هست. خب سوالی ندارم. خب ببینیم بچه ها، اندازه ای پستانداران فوق‌العاده متفاوته. ما بزرگترین پستاندار رو میشناسیم، وال آبی، به معنی که تو آب زندگی میکنه. نه، همه والها تو آب زندگی میکنن، رنگش رو دارن میگن وال آبی رنگ، اسمی که بهش دادن. طولش 30 متر و حدود 200 تن وزن داره. اگر چنانچه توی این فیلم دقت بکنید میبینینش. آقای هاشمی به این فیلم یه مقداری دقت کنه، چون این وال کوچکتر که بچه‌شه دائما میره زیر بدن مادر برای اینکه شیر بخوره. بسیار بزرگ این وال، حدود 30 متر طولشه. بچه نرفته اون زیر سایه بگیره، رفته داره شیر میخوره، هیچ مشکلی هم نداره. و اینم اون دوستانی که میگن زیر آب چجوری نفس میکشه، تنفسش هم دیدی، میاد تو سطح آب دم و بازدم رو انجام میده، شما بازدمش رو دیدید. پس میبینید بسیار بزرگه. اما پستانداری هم داریم که خیلی کوچیکه. کوچکترین پستانداری که ما میشناسیم فقط 3 سانتی متر طولشه و وزنش هم 2 گرمه، اندازه مثلا وزن یه پر کالباس. خب نگاه بکنید، اینجا داریم نوعی خفاشه، طولش 3 سانتی متر میکنه، اندازه یه بند انگشت تقریبا، و فقط 2 گرم وزن داره. دو گرم طول 3 سانتی متر. آقای مطمئن فعال میگم والها پستاندارن، چرا تو آب زندگی میکنن؟ دیگه والا نمیدونم چه ربطی داره. نمیدونم کجا گفتن ما حتما تو خشکی زندگی میکنیم، تو آب نمیریم، خبر ندارم. در هر صورت میدونید پستانداران توی آب هم زندگی میکنن، مثل والها، مثل دلفینها. اما یه پستاندار خیلی کوچیک داریم که بومی ایرانه، حشره‌خوار کوتوله، وزنش 2 تا 3 گرمه. اینجا نگاش کنین، اینه. برای اینکه بهتر متوجه بشه اندازش چقدره به این فیلم دقت بکنین. ابعادش رو برای اینکه متوجه بشین، یه در حقیقت سویچ ماشین رو قرار دادن، این میره کنار سویچ ماشین و شما میتونین ابعادش رو ببینین چقدره.
وزنش 2 تا 3 گرمه. دقت کنین اینجا، این یه پستان داره، جونده بسیار کوچولوی حشره خوار کوتوله، وزنش هم 2 تا 3 گرمه. درست؟ خب سوال اگه داریم مطرح کنید. هیچ کس سوال نداره. نکته مهم درباره پستانداران اینه که دستگاه عصبیشون به خصوص مغزشون به شدت رشد پیدا کرده نسبت به گروه‌های دیگه. شما الان دوزیس رو نگاه کنید، قورباغه رو، مغز بسیار کوچیکی داره نسبت به جمجمش، نه نسبت به بدنش. یا یک خزنده رو ببینید، نسبت به سرش مغزش خیلی کوچیکه. ماهی رو ببینید، فوق‌العاده کوچیکه. تازه این مغزی که دارن، مثلا خود ماهی، شاید نصف از مغزش فقط منطقه بویاییه. ولی وقتی به پستانداران میرسیم، مثل میمون، شامپانزه یا انسان، میبینید کم کم مغز داره نسبت به سر ابعادش خیلی بزرگ میشه. در انسان فوق‌العاده این مغز بزرگه و چین خوردگی های زیادی داره پیدا میکنه. یه نفر به من بگه چرا این چین خوردگی ها ایجاد شده؟ علتش چیه؟ چرا در مغز انسان انقدر چین خوردگی زیاد شده؟ تو میمون هم چین خوردگی هست، تو شامپانزه هم هست. چرا اینا مغزشون انقدر چین خورده است؟ طول که البته منظورشون مواد، یعنی چی؟ کی اولا گفته؟ آقای گنجی شما فرمودین که برای اینکه میزان مواد، منظورتون اینه که تعداد سلول عصبی بیشتری دیگه، یعنی مغز بزرگتری اینا دارن. شما اگه یه روبرقه دقیقاً ببینید، یه کاغذ رو در نظر بگیریم بچه ها، ابعاد بزرگی داره، درسته؟ خب میبینین الان این کاغذ رو، اما اگر من این کار رو باهاش بکنم، توی فضای بسیار کوچولو میتونم جا بدمش، یعنی چین خورده شد. مغز انسان هم همینجور حالتی رو داره، یعنی اگر یه بادکنکی رو خیلی چین خورده باشه، شما باد کنین چینا باز میشن. اگر مغز انسان این چین خوردگی رو نداشت، شاید حدود 10 برابر الانش میشد حجمش. برای همین به شدت چین خوردن. مناطقی رو داریم که مربوط به هوش، حافظه هستش، مثلا کورتکس مغز یا همون در حقیقت قشر مغز، سلولای خاکستری به شدت زیادن، همین چین خوردگیایی که داریم میبینید. یا مثلا قسمتایی داریم مثل لیمبیک، آمیگدال، اینا قسمتایی هستن که مربوط میشن به احساسات. اینا توی انسان فوق‌العاده پیشرفتن. هماهنگی عضلات، اینی که انسان میتونه پیانو بزنه، این هماهنگی عضلات مختص انسانه. بنابراین این مناطق توسعه پیدا کردن و به شدت پیچیده شدن در پستانداران، اوجش هم در انسان. بله، پرسیدن به غیر از این ستایی که گفتیم، کلن راست، اونایی که قامت ایستاده دارن، لمورها، بله، اونایی که دو پا هستن، در حقیقت لمورها هم این وضعیت رو دارن. نخستی ها میگیم پیشانی صاف دارن و قامتشون رو میتونن ایستاده نگه دارن، اینا این وضعیت رو دارن. خرس ها میتونن رو دو پا وایسن، ولی حیوانات بسیار باهوشی نیستن، در حد شامپانزه و انسان، یعنی حل مسئله شون ضعیفه، سیستم حل مسئله پایین دارن. خب تقسیم پستانداران بر اساس چگونگی پرورش جنین، پرورش نوزاد و تغذیه اونا رو میخواییم بحث کنیم. خوب دقت کنیم که تقسیم بندی بر اساس چیه؟ اینی که این پستاندار چگونه تغذیه میکنه جنینش رو وقتی به دنیا اومد، نوزادش رو، و چگونه از اون حفاظت میکنه. پایین ترین گروه از نظر تکاملی در پستانداران، پستانداران تخم‌گذار هستند. این پستانداران نمیتونند در بدنشون به مدت طولانی این جنین رو نگهداری کنن و بهش غذا رسانی کنن. بنابراین جنین رو به شکل تخم از بدنشون خارج میکنن. البته مدت بیشتری این تخم رو تو بدنشون نگه میدارن نسبت به پرندگان. مثل کی؟
دقت بکنید این فیلم رو ببینید. این در حقیقت آکیدنه هستش. آکیدنه در حقیقت مورچه خاری است که رو بدنش خار داره، سیر تکاملیش داره نشون میده، کاری ندارم. این موجود پستانداره، یعنی دارای قدرت شیریه. نگاه کنید، این قدرت شیری داره اما تخم‌گذاره. این تخمه، این تخمیه که باید آزاد بکنه. تخمش پوشش نرمی داره، تقریبا بچه آزاد میشه توی اون تخم، یعنی جنین خارج میشه، نوزادش هستش. میبینین نوزادش به شدت ناقصه، یعنی نمیتونه تغذیه کنه، نمیتونه خودش محافظت کنه. بنابراین چه آکیدنه رو در نظر بگیرین، چه پلاتیپوس یا نوکردکی رو در نظر بگیرین، بچه‌ای که خارج میشه رو بهش شیر میده، پس قدرت شیری داره. ببینین اگر همچین موجودی رو در نظر بگیرید، یک خزنده رو در نظر بگیرید، تخم میذاره اما بهش شیر نمیده، پوسته‌ای که روی تخم یک تخم گذاره در حقیقت مثل پرنده یا خزنده هست، محکمه. بچه‌ای که خارج میشه رو نگاه کنین، کامله، حرکت میکنه، کاملا میتونه تغذیه کنه، پوستش کامله، ولی پلاتیپوس اینجوری نیست. پلاتیپوس هیچ گونه دفاعی از خودش نمیتونه بکنه وقتی به دنیا میاد، نگاش بکنید. بنابراین باید مادر بهش غذا بده. مادر چجوری بهش غذا بده؟ از راه قدرت شیری. اینجا رو ببینید، این در حقیقت پلاتیپوسه، موجود عجیب غریبیه. نوک شبیه مرغابیه، رو بدنش مو داره، بین پنجه هاش پرده وجود داره، یعنی میتونه شنا بکنه، پستان داره، یعنی بچهش رو شیر میده، و بعد تخم گذاره، یعنی بچهش به شکل تخم خارج میشه. خیلی عجیب غریبه این موجود، تخم گذاره، میدونی که داره تخم میذاره، اما بچهش به شدت ناقص. و بعدی که به دنیا بیاد از قدرت شیری، این شیره میبینین، این بچه یه که رفته کنار قدرت شیری، میبینین اینجا رو. پس در حقیقت اینجا بزرگتر شده یه مقداری، ولی هنوز داره شیر میخوره، میبینید در حال شیر خوردنه. خب ای سوال دارید بپرسید. چی پرسیده؟ آقای زاهدی پرسیدن آیا پلاتیپوس تنها تخم‌گذار پستان داره؟ آقای زاهدی من دو ساعت دارم چی میگم؟ هی میگم این آکیدنه است، یه مورچه خاره که رو بدنش تیغ داره، این یکی پلاتیپوسه، نوک شبیه اردکه، بدنش مو داره، بعد شما میگین پلاتیپوس تنها جانداریه که این وضعیت رو داره؟ چی رو خونده بودی؟ من دو نوع دارم میگم، شما فقط میگین یه نوعه؟ فیلمش رو دارم بهتون نشون میدم. نه فقط اون نیستش، درست شد؟ خب سوال دیگه، هیچ کس سوالی نداره؟ خب نوع دوم رو با هم دیگه ببینیم. پستاندارانی که کیسه دارن، اینا بدنشون تکامل بیشتری پیدا کرده، نوزاد جنین رو میتونن مدت بیشتری تو بدن خودشون نگهداری بکنن، لازم نیست به شکل تخم خارجش بکنن، یعنی میتونند در حقیقت اون نوزاد، اون در حقیقت جنین رو قبل از اینکه به دنیا بیاد تا یه مدت طولانی تری بهش غذا برسونن، ازش حفاظت کنن. اما ماده غذایی اونقدر نیست توی بدن اینها که بتونن کاملش بکنن و بعد به دنیا بیارنش. بنابراین بچه‌ای که نارس به دنیا میاد از تو تخم نیست، در حقیقت زنده زاده، اما به شدت نارسه، برای همین نمیتونن تو محیط رهاش کنن، وارد یک کیسه ای میکننش. این کیسه یا جلوی بدنشه یا تو بعضی یا تو پشت بدنش قرار داره. مثلا کانگورو رو همتون میشناسید، نگاه کنین این فیلم رو،
کانگرو. دقت بکنیم بچهش توی کیسه‌شه، میره توی کیسه، هم محافظت میشه هم قدرت شیری مادر توی این کیسه قرار داره، یعنی بچه اونجا شیر هم میخوره. ببینید اینجا کانگرو نارسه، ابتداییه که از بدن مادر خارج شده، با کمک مادر وارد کیسه شده، درست اینجا به دنیا اومد، از اینجا حرکت میکنه، با کمک مادر وارد کیسه میشه، توی اون کیسه قدرت شیری قرار داره و بنابراین اینا این قدرت شیری هن اینجا میتونن اونجا تغذیه کنن، کم کم بزرگ میشن. ببینید الان این کانگرو خیلی کوچیکه و داره از این قدرت شیریه، داره از این شیر میخوره، کم کم بزرگ میشه، پنجه در میاره، دستاش کامل میشه، میبینید داره کامل میشه، ولی هنوز چشاش بسته است. در حقیقت رشدش رو، ادامه رشدش رو، ابتدای نوزادیش رو تو کیسه‌ای که جلوی بدن مادر اغلب هست میگذرونه، تغذیه میکنه، محافظت میشه، گرم نگرده میشه و اینجا خارج میشه. ابتدایی که راه میره تعادل نداره، زمین میخوره، نمیتونه درست و حسابی حرکت بکنه، ولی کم کم یاد میگیره. اینجا هنوز نمیتونه خودش تغذیه کنه، یعنی بدنش، دستگاه گوارشش برای خوردن گیاهان آماده نیست، پس دوباره برمیگرده توی کیسه مادر. اینجا ببینید دوباره برمیگرده توی کیسه مادر، اونجا نگهداری میشه، تغذیه میکنه تا کم کم به کانگرو بالغ تبدیل بشه. اینم دومین گروه. اولین گروه پستانداران تخم‌گذار، دومین گروه پستانداران کیسه دار. یه نوعیشون هم هستش که میدونیم کیسه رو در قسمت پشت بدن خودشون دارن. سوال اگه دارید بپرسید. آقای زایده ایدهی تاک میکنی کم سریع‌تر. آقای زایدی سوال قبلی هم آقای زایدی پرسیده بود؟ نه نه اون نفر قبلی هم مثل آقای زاهدی بود. آقای زایدی سوالاتت امروز یه ذره عجیب غریبه ها، یعنی چی تو قبل از تو بدن چه مراحلی طی میشه؟ خب مراحل قبل از به دنیا اومدنش، ابتدا دو تا سلول گامت شدن سلول تخم، سلول تخم یه دونه سلوله، من میگم موجودی که داره به دنیا میاد یه جنینه که حالا نوزاد شده، دست داره، پا داره، دستگاه گوارش داره، قلب داره، میتونه شیر بخوره. شما میگی چه مراحلی تو بدن مادر اولش طی میشه؟ تو چی ساخته میشه؟ تو چی؟ آقای زاهدی میگن توش چی ساخته میشه؟ تو چی ساخته میشه؟ تخم مرغ شانسیه که تو داشته باشه آدمه؟ یعنی نمیفهمم چی داره میگه. میشه صوتی بپرسه آقای راهبر من بفهمم چی میگه؟ آقای زاهدی یه درخواست بده صوتی بپرس ببینم چی میگی. آقای من باید آزادش کنم شما آزادش. بله بفهمید آقای زاهدی. آقا نه من منظرم اینه داخل بعد دستگاه مثلا گوارشینش ساخته میشه یا نه قبل از اینکه به دنیا بیاد؟ اگه دستگاه گوارش ساخته نمیشه شیر میخوره چی کار میکنه به نظرت؟ شیر کجا میره؟ از دهان میره خارج میشه؟ خب باید دستگاه گوارش ساخته شد. خیلی کوچیک میزد. اولا خیلی کوچیک به نظر میومد. درست صحبت کنید. بشت. درست شد؟ بله. یک مثل که این 13-14 روز از کلاس دور بودی یه چیزایی یادتون رفته. دومن یادت باشه یه حشره، یه پشه دستگاه گوارش داره، دستگاه گردش خون داره، دستگاه قدرت داره. بعد شما داری میگین موجودی که به دنیا اومده چون خیلی کوچیک بوده دستگاه گوارش نداره، دستگاه گردش خون، دستگاه عصبی، دستگاه ماهیچه‌ای، همه اینها رو داره. خب دیگه کی بود آقای راهبر؟ مرسی. خواهش میکنم. ب
ببینید ما موجوداتی رو داریم بهشون کلن اینها رو دیک ها میگن، انواع مختلف دارن. اینها در حقیقت زمین رو میکنن و زیر زمین زندگی میکنن، یعنی زمین رو باید حفر بکنن پایین تر زندگی کنن. اینا موقعی که میخوان زمین رو حفر کنن کیسه شون نمیتونه جلوشون باشه، کیسه در پشتشون قرار داره. سوال دیگه؟ جنین از همون جایی خارج میشه که همه پستانداران جنینشون خارج میشه. رحم در حقیقت یک بخشی رو رو به بیرون داره که از اونجا خارج میشن. دیگه بعد بریم سراغ سوالا رو میبینید در حد سوم دبستانه. بریم سراغ بعدی. تقسیم پستانداران بر اساس چگونگی پرورش جنین، یعنی دوباره تکرار میکنم، تغذیه و محافظت. یادتون باشه پرورش اینجا یعنی تغذیه و محافظت. نوع سومشون کاملترن، جنین رو مدت طولانی تری میتونن توی بدن خودشون نگه دارن، توی رحم نگه دارن، تغذیهش کنن، محافظتش کنن، کاملتر بشه و بعد خارجش کنن. به اینها میگن پستانداران جفت دار. بچه ها دقت کنین، این جفت به معنی زن و شوهر نیست. جفت یک اندامیه که در رحم به وجود میاد. جفت یک اندامیه که در رحم به وجود میاد. کارش چیه؟ جنسش چیه؟ جفت در حقیقت رگهای خونی هستند، سیاه رگ و سیاه و سرخ رگ قطوری هستند که میان جنین رو متصل میکنن به مادر. جنین دارای بند ناف هست، اون هم در حقیقت رگهای خونیه، متصل میشه به این اندام به نام جفت و جفت متصل میشه به رگهای خونی مادر. جو این در حقیقت جفت کارهای زیادی انجام میده، مثل یک صافی عمل میکنه، بسیاری از میکروب هایی که ممکنه توی خون مادر باشه رو جلوگیری میکنه وارد بدن جنین بشه، بسیاری از مواد سمی رو ممکنه نذاره وارد بدن جنین بشه، داروهایی رو ممکنه نذاره وارد بشه، ولی بعضی داروها رد میشن، بعضی از باکتری ها رد میشن. جفت هورمون ترشح میکنه که برای رشد جنین و در حقیقت خود مادر مهمه. پس جفت یک اندامیه که همزمان با رشد جنین رشد میکنه و اگه بخوایم ببینیم اینجا توی این فیلم بهتر متوجه میشیم. دقت داشته باشین ببینیم چی داره میگه این فیلم. این جنینه، بچه ها دقت کنین اینجا یه بار دیگه با هم ببینیم. این جنینه، این قلبشه. خب اینجا بند ناف وجود داره، برای اینکه بهتر ببینین خود جنین رو حذف میکنین، فقط اندام داخلیش رو میبینین. یه بار دیگه با هم دیگه ببینیمش. خارج شدیم ازش. اینجا ببینین بچه ها، این بند نافه، این بند نافه و اینجا جفت رو داریم، اینجا جفت رو داریم میبینید. کوریون یا جفت رو داریم اینجا میبینید. دقت داشته باشین. پلاسنتا، دیواره این در حقیقت همه رو اینجا دقت کنیم. موضوع اینجاست، رگهای خونی وجود داره بسیار زیاد در درون این. من نقش هورمونی و ایناشو کار ندارم ولی رگهای خونی زیاد اینجا وجود داره. حالا ادامهش رو دقت بکنید. خب ما میبینیم رابطه‌ای بین جنین و مادر وجود. دقت بکنیم، گفتم جفت در رحم داره تولید میشه، پس جفت در بدن مادر در رحمه. رگهای خونی این الان داری اینجا میبینین دقیقا جنین رو اینجا با بند ناف به جفت وصل شده. پس جفت رابطه بین جنین و مادر هستش. پلاسنتا در حقیقت رابطه بین جنین و مادره. نگاه کنین اینجا بهتون نشون میده. دقت بکنین اگر بدن مادر رو سمت چپ در نظر بگیرین و بدن
جنین رو سمت راست در نظر بگیریم و وسط رو بگیم جفت است، اکسیژن رو عبور میده، مواد غذایی رو عبور میده، هورمون هایی رو ترشح میکنه، بعضیاش به بدن جنین میرسه، بعضیاش به بدن مادر میرسه، بعضی از داروها رو میتونه عبور بده، الکل رو متاسفانه عبور میده، ویروس ها رو عبور میده، ببینید مواد ایمنی رو عبور میده، اما بعضی ها رو هم عبور نمیده. پس دقیقا مثل یک صافی داره عمل میکنه. برعکسش کربون دی اکسیدی که داره توی بدن جنین تولید میشه اون رو میگیره و به بدن مادر میده تا مادر از طریق تنفسی خارج کنه، چون بچه که نمیتونه نفس بکشه اونجا. خب بسیاری از مواد دفعی رو از بدن جنین میگیره و به بدن مادر میده. پس در حقیقت میبینید رابطه بین جنین و مادره تا مواد مورد نیاز رو از بدن مادر بگیره به جنین بده و مواد دفعی رو از بدن جنین بگیره وارد بدن مادر بکنه. پس در حقیقت ما فهمیدیم که جفت چه عملی رو انجام میده. این سومین گروه پستانداران بودن. گروه اول پستانداران تخم‌گذار، گروه دوم پستانداران کیسه دار، گروه سوم پستانداران جفت دار. بر اساس چه چیزی ما پستانداران رو به این سه گروه تقسیم کردیم؟ پرورش جنین. یعنی چی؟ یعنی تغذیه و حفاظت. حالا سوال، اگه سوالی دارید بپرسید. مثل که قطع شده تصویر، درسته؟ روش نداشت. سوالاتتون رو بپرسید. بپرسه کی داره تایپ میکنه گفتیم؟ خب میخوای صوتی بدین، اگه کسی سوالی داره بپرسه ازم. بچه ها به شکل صوتی اگر کسی سوالی داره بپرسه ازم. هیچ کس؟ هیچ که سوال نداره از من دیگه الان تو این مطلب؟ صدا رو میشنمیم بچه ها؟ اگه صدا رو میشنمیه چند تاتون یه جوابی بدی؟ خب پس اگه کسی سوال داره بپرسه، اگه نه برم قسمت بعدی. خب بریم سراغ یه نکاتی که انتهای کتاب اومده تو پاورپوینت، چون چیزای مهمی نبوده ولی با هم دیگه بحث کنیم، اگه سوال داشتیم میتونیم بپرسیم. پستانداران جفتدار رو بچه ها، پستانداران جفتدار رو یعنی گروه آخر رو که انسان هم جزوشون بود، بر حسب تغذیه میتونیم به سه گروه تقسیمشون کنیم. بعضی هاشون گیاهخوارن مثل گوسفند و گاو و بز و از این حرفا، بعضی ها گوشت خارن مثل شیر و پلنگ و این حرفا، بعضی هم همه چیز خارن مثل انسان، هم گیاه میخوره هم گوشت میخوره، مثل خرس هم گیاه میتونه بخوره هم گوشت میتونه بخوره. در حقیقت پستانداران جفت‌دار رو ما از روی وضع دندوناشون هم میتونیم بیاین طبقه بندی کنیمشون. مثلا پستانداران گوشخار دندونای نیششون خیلی رشد پیدا کرده، گیاه‌خوارا دندونای آسیاشون رشد پیدا کرده، جوندگان مثل موش و این حرفا دندونهای پیششون خیلی بزرگ شده. درست؟ پس تا اینجا این یه تقسیم بندی. کتاب یه بحث دیگه هم میکنه، اونم نقش و اهمیت پستاندارانه. من چند تاشو میگم و بعد از شما سوال میپرسم، باید بهم جواب بدید. مثلا ما میتونیم برای بارکشی استفاده کنیم از اینا. امروزه خیلی ماشین و اینا زیاد شده، تو ده اگه برین برای بارکشی از اسب و قاطر و اینا استفاده میکنن. استفاده غذایی ازشون میکنیم، گاو، گوسفند. تامین پوشاک میشه، پشم در حقیقت میتونیم ازش نخ بریسیم و پوشاک تهیه کنیم. درسته؟ پس ما این استفاده ها رو میتونیم ازشون بکنیم. یه استفاده ای که دیگه ای که دارن، کتاب میگه پاکسازی طبیعت. یه نفر جواب بده یعنی چی پاکسازی طبیعت؟
اگه صوتی باشه بهتر. کی هستش؟ یکی شما خودتون دست کنید. آقای ایلیا مطمئن، آقای رابط گشتی یا؟ آقای ایلیا مطمئن، بگه آقای مطمئن سوالتون رو بپرسین آقای مطمئن، چه جواب رو بدین آقای مطمئن؟ آقای مطمئن صدای منو دارین؟ مطمئن رو بس کنید. نه مطمئن رو بس کنید چون بهش اولین بوده. رفت. آقای مطمئن الان کیه داره با من صحبت میکنه؟ سلام علیکم. شما آقای مطمئن. خب بله 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 بله. آقای مطمئن چرا ما میگیم، سوالم اینه، چرا ما میگیم پستانداران در پاکسازی طبیعت اهمیت دارن؟ آقا چون مثلا اینا یه سریاشون کمک میکنن که مثلا یه جنازه مثلا میمیره میان تمیز میخورن. یعنی منظور این که مردارخارن، مثل کفتار، بله. مثل شغال، اینا لاشه خار هستن. بله. و اون وقت چه کمکی میکنه؟ طبیعتا جلوگیری میکنه از انتشار بیماری ها و آلودگی ها. درسته؟ ممنونم آقای مطمئن. خب بچه ها استفاده دیگه که کتاب گفته کمک میکنن به بقا. خوب گوش بدین به حرف من. کمک میکنن به بقا و گسترش نسل جانوران باهوشتر و قویتر. یعنی چی؟ فکر کنید. اینی که کمک میکنن به بقا و گسترش نسل جانوران باهوشتر و قویتر. اگر کسی میتونه جواب بده به من بگه چجوری پستانداران همچین کاری رو انجام میدن؟ کسی به ذهنش میرسه؟ کمکتون میکنن. پستانداران شکارچی این کارو میکنن. بابا تموم شده دیگه، نمیخوایمش. اگه کسی میخواد جواب منو بده صوتی باشه، اگر آی زمانی میشه صوتی باشه. آقای سلام علیکم. من فعال هستم. خب بذار یه نفر دیگه جواب بده آقای فعال. کارش میکنم. بله آقای زاهدی جواب بدید. سلام آقا. سلام علیکم. خب بگو آقا. خب هر نسل جهش پیدا میکنه، این مثلا همین تکنولوژی، قبلا تکنولوژی نبود، بعد مثلا تکنولوژی اومد، بعد وقتی همون نسل بعدی با تکنولوژی آشنا میشه یه چیزه پیشرفته تر میسازه. انسان هم احساس میکنم مکانیزمش تو همین مایاست. یه لحظه گوش بده، سوال اینه پستانداران شکارچی چگونه باعث بقا و گسترش نسل جانوران باهوش میشن؟ شما میگه مثل جهش میمونه، مثل تکنولوژی میمونه. بیشتر توضیح بده، نمیفهمم چجوریه. متوجه سوالم شدی دقیق؟ حالا بگو چجوری. چجوری مثلا یه گرگ میتونه باعث گسترش و بقای نسل جانوران باهوش و قوی تر بشه؟ کسی اگه میخواد جواب بده جواب منو بده. مریض و حیوانات مریض و باعث میشه میخوره. یکم فکر کنم. بس دو تا صدا من میشنوم. اونی که گفت کسی میخواد جواب بده آقای زمانی؟ درخواست داده کسی؟ بچه ها فعالیت کنی. خب نه نه صوتی بیان بگن، صداشونو بشنویم. آقای خوش جانم بگو اسم خودت معرفی کن. محمد رضا. خب آقای شرق بگو نظر تو. مثلا هم مثلا یه حیوان پیر یا ناتوان که نمیتونه خودشو مثلا فرار بکنه از این حیوان شکارچی راحت تر شکار میشه تا یه حیوان باهوش. از بین میره.
بله درست میگی، کاملا درست میگی. اون از بین میره، طبیعتا ژنش به نسل بعد نمیرسه اگر چنانچه به هر علتی هوش کمتری داشته باشه یا ضعف داشته باشه. پس بنابراین اونایی فرار میکنن که باهوشترن، فرزترن و اونا میتونن ژنشون رو به نسل بعد برسونن. برای همین اون شکارچی داره به نفع شکار کار میکنه. درست شد؟ خیلی خوب. آقا این که این شکارتی ها، خب آقا این شکارتی ها کمکش میکنن که جمعیت اینا هم کنترل بشه. نه دلیلی نداره جمعیتشون بخواد خیلی... نه دلیل نداره جمعیتشون خیلی زیاد شه، چون پستانداران مثل حشرات چون باید خیلی از فرزندانشون مراقبت بکنن، مثل حشرات نیستن که خیلی تکثیر زیاد داشته باشن لازم باشه کنترل بشن. بیشتر همینه که در حقیقت کمکی که میکنن از این طریقیه که گفتید. یکی هم داره میگه کمک میکنن به وجود آمدن جنگل. میتونید فکر کنیم به من بگید کدوم پستاندار میتونه کمک کنه به گسترش جنگل ها؟ فکر کنید و بگید. کسی اگه میخواد درخواست به دنجاب. آقا آقای مطمئن گفتم بذارین دیگران دنجاب. عجب دیری افتادیم از دستیم آقای مطمئن، خوب کار کرد. کسی درخواست سوال داده به غیر از آقای مطمئن که خودش خیلی خوب داره جواب میده؟ آقای نه میخوام صوتی باشه باهاش صحبت کنم. بچه ها درخواست بدین صوتی. کسایی که میخوان جواب بدن کدوم پستاندار میتونه در گسترش جنگل ها کمک کنه بجنبین. آی زایدی بگو. آقا به لاشه هاشون وقتی به تجزیه میشن با کود میشه استفاده کرد؟ یعنی که خودشون یه لحظه لاشه هاشون وقتی تجزیه میشه به عنوان کود استفاده میشه؟ خب این مختص پستاندارانه؟ یعنی تو خاک میره؟ نه اینی که داری میگی که عمومیه اگه باشه. نه میگم پستاندار و اونم نوع خاصی از پستانداران میتونه باعث گسترش جنگل ها بشه. بچه هایی که میدونن تایپ نکنن، بیان صوتی بحث کنیم. انسان هم حساب میشن؟ نه نوع خاصی از پستاندارانه، نوع خاصی از الان در مثلا خب بذار ببینیم دیگه چیه. خواهش میکنم. آن زمانی که دیگه درخواست نداده خب چی گفته؟ چی نوشته؟ وقتی شکارچیان جمعیت کیو کنترل کنن؟ آها یکی از دوستان گفته شکارچی ها گیاخارا رو میخورن، جمعیت گیاخارا هم کنترل میشه، گیاخارا کمتر میتونن گیاه بخورن، برای این جنگل ها گسترش پیدا میکنن. نه اولا یادتون باشه اینا رابطه متقابل دارن. گیاخاران وقتی که گیاه میخورن معمولا دانه ها رو میخورن، ده ها متر حرکت میکنن، با مدفوعشون اون دانه ها آزاد میشه و اتفاقا باعث گسترش میتونه بشه. نه اینجوری نیستش. خب من خودم میگم سنجاب میتونه این کارو بکنه. کسی میتونه جواب بده که سنجاب چجوری میتونه باعث گسترش جنگل هایی مثل جنگل بلوط بشه؟ خیلی فعالیتتون کمه ها. آی سفریان برام. آی سفریان اگه صدای منو میشنوین جواب بدید. به خاطر اینکه سنجاب وقتی دانه های بلوط قایم میکنه برای فصل زمستان مثلا. آقای سفریان بله شما این سلام بله علیکم بله سلام کردم سلام کردی. خب بگو
ادامه بده آقای صفایی. وقتی سنجاب مثلا دانه هاشو میخواد نگهداری کنه زیر خاک، خب وقتی یادش میره بعد از مدت ها مثلا رشد میکنه اون دانه و تبدیل به درخت میشه. کاملا داری درست میگی، کاملا داری درست میگی. حالا فقط یاد رفتن نیست، بعضی وقتا سنجاب های دیگه هستن که سنشون بالاتره، میرن دست برد میزنن به بلوط هایی که سنجاب جوانتر قایم کرده و بعد در حقیقه چند تایشو بر میدارن، سنجاب جوانتر میبینه ناامنه، ول میکنه میره. ولی موضوع اینه که سنجاب دونه ها رو برای زمستون میره دفن میکنه، مثلا چند سانتیمتر زیر خاک، و بعد حالا به قول شما اگه فراموش کنه یا به قول من اگر ببینه ناامنه، اون دانه ها، دانه های بلوط زیر خاک توی عمق مناسبی باقی میمونن و همون باعث میشه که توی سالهای بعد رشد کنن. و در حقیقت جنگل های بلوط یکی از دلایل گسترشش همین سنجاب ها هستند. خب بچا این فصل تموم شد، فکر کنم ساعتمون هم تمومه، درست های زمانی؟ اگر سوال دارید بپرسید، در غیر این صورت تکلیف دفعه بعدتون رو مشخص بکنم. که سوال نداره. بله ببینید بچه ها، اولا که تکلیف دفعه بعدتون باید این فصل رو که امروز تموم شد کامل 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 بلد باشین، یعنی فصل 14 رو. این که باید برای شنبه، در حقیقت امروز شنبه است دیگه، برای پنج شنبه باید بلد می بودید که تعطیله، اما چون برای شنبه بعد یک هفته فرصت دارید باید شیمی رو هم بخونید. درست؟ شیمی که باید بخونید قسمتی است که مربوط میشه به موازنه. من میخوام دفعه بعد وقتی یه موازنه رو دادم، وقتی گفتم صوتی با من تماس بگیر یا یه چیزی رو تایپ کن، سریع بتونی این کار رو برای من انجام بدی و موازنه رو انجام بدی. اول جلسه ازت امتحان میگیرم و موازنه بهت میدم. این یک. دو، فصل 14 رو به عنوان تکلیف دقت کنید، باید نمودار درختی بکشید. این نمودار درختی رو باید دقیقاً تایپ کنید و روی یه PDF بفرستید برای مدرسه. من نمره میدم، نمره مستمرتون بر اساس این نمودار درختیه. من حتماً به آقای راهبر میگم دو سه تا نمودار درختی که مال بچهای پارسال، مال فصلای دیگه است و بذاره براتون توی سایت، ببینید منظور از نمودار درختی چیه. نمودار درختی وقت گیره بچه‌ها، برای همین نذارید پنج شنبه جمعه انجام بدینش. شروع کنین شنبه، یک شنبه، دو شنبه این فصل رو خوب خوندن، هر قسمت رو میخونید نمودارش رو، تیکش رو بهش اضافه کنید. مثلا میرید فرض بگیرید دارین حشرات رو میخونید، نمودارش رو رسم کنید، بعد برین قسمت بعد به هم اضافهش بکنید، نکته جدید یاد گرفتین اضافه کنید. نمره مستمر شما، چون دیگه من نمیتونم به اون شکل ازتون پرسش بپرسم، این نمودار درختی هست. پس خوب حواستون جمع باشه، سوالی اگه هست از من بپرسید. سوالی نیست بچه ها، موفق باشید. ایشالله تا هفته بعد این فصل 14 رو کامل بخونید و موازنه رو هم کامل کامل بخونید. یادتون باشه استوکیومتری رو قبل عید ازتون امتحان گرفتم، پس من میتونم یه سوال بدم موازنه باشه و درباره اون موازنه استوکیومتری بهتون بدم شنبه. آماده بشین. خداحافظ شما.
الان؟ صدا رو میشنوین؟ خوبه الان؟ خب پس هیچی دیگه شروع کنیم دیگه. پاورپوینت اون باز شد. بله. خب بچه اگه صدا و تصویر منو دارین یه پاسخی بدید. خب خوبه. بچه ها ما دفعه پیش تا این قسمت رو صحبت کرده بودیم. اینی که ما میتونیم از اندام پرندگان پی ببریم به دو چیز. یک، نوع خوراکشون. دو، محل زندگیشون. نوع خوراکشون رو با کمک در حقیقت نوع منقارشون میتونیم تشخیص بدیم. چند تا مثال ساده. مثلا فرض بگیرید اگر چنانچه منقار شبیه بیلچه باشه، مثل این شکلی که داریم میبینین، معلومه که مواد غذاییش رو از مواد تهنشین شده توی مردابها و لجنزارها استفاده میکنه، یعنی نوع تغذیهش مشخص شد. یا اگر چنانچه دانه های گرد رو بخواد مصرف کنه، نوع منقاری که داره باید یه حالت ناودون مانند و بلند باشه تا بتونه دانه رو دانه گرد رو ببره به سمت دهانش. یا مثلا فرض بگیرید در مورد توتیا، مرغ عشقا یا عروس هلندی، اینا تخمه میخورن، نوع منقارشون خاص محکمه، قسمت بالایی خیلی بزرگه. به همین شکل مثلا فرض بگیرید اگر چنانچه شکارچی باشه باید منقار بسیار قوی و تیزی داشته باشه. یا فرض بگیرید اگر چنانچه از ماهی ها استفاده بکنه باید بتونه ماهی رو حمل و نقل بکنه، پس نوع منقارش میتونه به این شکل در بیاد. پس من از نوع منقار میتونم پی ببرم به نوع تغذیهش. از نوع پاش هم بر اساس پاش میتونم بفهمم کجا زندگی میکنه. خودتون میدونین اگر بین انگشتان پا پره وجود داشته باشه نشون میده که این در واقع پرنده توی آب میتونه زیست کنه مثل مرغابی. یا اگر چنانچه مثلا پایی داشته باشه که خیلی بلند باشه و در حقیقت پنجه هاش خیلی کشیده باشه برای اینه که بتونه سطح اتکاش رو ببره بالا، پس این تو محیطی زندگی میکنه که کف زمین خیلی محکم نیست مثل مرداب ها. اگر توی آب باشه گفتیم باید پره داشته باشه. اگر روی زمین باشه باید پاش شبیه سم باشه مثل شترمرغ، به عبارتی یه جورایی ناخون رو باشه که بتونه سختی زمین رو این پا تحمل کنه. یا اگه رو صخره باشه باید پنجه‌های محکمی داشته باشه که بتونه خودشو در برابر بادهای قوی که اون بالا ها میاد رو صخره فیکس کنه و نگه داره. پس ما از روی پا فهمیدیم کجا میتونه زندگی کنه. اگر سوالی دارید تا اینجا بپرسید، اگر صوتی باشم بهتره. خب سوالی ندارید، بریم ببینیم که پرنده‌ها چه فوایدی دارن. ببینیم بچه ها همتون میدونید ما به عنوان تغذیه میتونیم استفاده کنیم ازشون، مثل تخم مرغ یا گوشت پرندگان. خیلی واضحه دیگه. فایده دیگه شون اینه که میتونن جمعیت حشرات رو کنترل کنن با شکار کردن اونا. یه فایده دیگه کتاب درسی گفته، اونم اینه که اینها میتونن دانه های گیاهان رو ازش تغذیه کنن. توجه بکنید این دانه گیاه رو تغذیه میکنن، یه جا فایده است یه جا ضرره. اینی که از دانه گیاهان تغذیه میکنن یه جا فایده است یه جا ضرره. به من بگید کجا فایده است کجا ضرره. یه نفر جواب بده اگه میتونه، یه نفر جواب بده. اینی که پرندگان از دانه گیاهان تغذیه میکنن یک زمان ممکنه فایده باشه، یه زمانی ممکنه ضرر باشه برای ما انسان ها. آقای رحیمی بگید. آقای رحیمی صدات بسله، بگو. سلام. سلام. وقتی که یه دانه مثل دانه مفید یا مثلا دانه سیب میتونه این برانور کنه و درخت رو وجود بیاد، یا بعضی وقتا یعنی اینجا مفیده میخوای بگی؟ بله. خب کدوم مفید بود؟ بعضی وقتا دانه مثلا یه درخت که مفیده مثلا سیب رو میتونه دانه شو این برانور کنه و درخت رو وجود بیاره، میگه این مفید است.
ضررش هم وقتی که فکر کنم دانه‌های هرز رو میتونه مثلا ببین آقای رحیمی، شاید بتونیم بگیم درست برعکس. یعنی چی؟ الان این داره دانه‌های هرز رو تو همین تصویری که داریم، این داره دانه‌های هرز رو جا به جا نمی‌کنه، می‌خوره. دانه اگر جایی بیفته، درست بیفته پایین خودش توی خاک، رشد میکنه، علف هرز بعدی به وجود میاد، ولی این داره اون دانه رو میخوره، از بین میبره. پس بنابراین نمیذاره علفهای هرز تکثیر بشن. برعکس، ما برای چی از مترسک استفاده میکنیم؟ که پرندگان نیان دانه هایی که ما کاشتیم رو بخورن. پس اطلاقا اون دانه هایی که مفیدن، درسته؟ دانه هایی که مفیدن توسط اینها اگه خورده بشه این ضرره. برای خیلی ممنون، بریم ادامه بس. ضررهاشون یکیش اینه که برای دامداران میتونن بیان در حقیقت براها این حرفا رو شکار بکنن. ضرر دیگهشون همینه که الان داشتیم بحث میکنیم با آقای رحیمی. دانه ای که ما کاشتیم تو کشاورزی میخوایم ازش استفاده کنیم رو اینها ممکنه از بین ببرن. بریم سراغ پستانداران، درس اصلی امروزمون. اولا بحث سر اینه که چرا به اینا میگیم پستاندار؟ چون اینها دارای غددی هستن تو بدنشون که توش شیر تولید میشه، غدد پستانی. پستانداران دارای غدد پستانی هستن. غدد پستانی چی هن؟ غددی هن که توشون شیر تولید میشه. به این شکل دقت بکنین، این قسمت هایی که دارین بنفش رنگ میبینین، سلول هایی که کنار هم قرار گرفتن، اینا غدد هستند. توی این غدد ها یک مایه ای ساخته میشه به شدت مغذی، یعنی از نظر ارزش غذایی خیلی بالا، چربی و پروتئین بسیار بالا داره. این ماده غذایی توسط غدد شیری ساخته شده، ذخیره شده و وقتی که نوزاد ازشون تغذیه کنه وارد بدن نوزاد میشن. بنابراین پستانداران موجوداتی هستند که دارای غدد شیری هستند، البته نوع مادهشون. درست؟ محل زندگی پستانداران خیلی متنوع. ما پستاندارانی داریم مثل دلفینا و نهنگا که تو آب زندگی میکنن، بعضیاشون میریم تو مراتع هستن، بعضیا تو غارها هستن و بعضیشون حتی زیر زمین زندگی میکنن، مثل مثلا موش کور. درست شد؟ پس محل زندگی خیلی متنوع. کتابتون میخونین که بدن اینها توسط مو یا پشم پوشیده شده. به چه دردی میخوره این؟ عایق بندی گرماییه. یعنی تو زمستون باعث میشه اینا در برف، در سرما بتونن زنده بمونن، انگار یه لباس پر از پشم یا مو تنشونه. درست شد؟ پس اگه کتاب میگه توسط مو یا پشم بدنشون پوشیده شده، برای عایق بندی گرماییه. خب پستانداران اندازه هاشون هم فوق العاده متفاوته، از یه موجود 30 متری 200 تنی تا یه موجود چند سانتی متری چند گرمی. بزرگترین پستاندار وال هستش که توی این فیلم دارین میبینین. اگر سوالی داشتین میتونین تایپ کنید. وال آبی به معنی در حقیقت والی که به خاطر رنگش آبی رنگ بهش میگن، رنگ روشنی داره، توی عمق کم آبی رنگ دیده میشه. اندازش خیلی بزرگه. تنفسش رو دیدید، بارها میگفتم که این آب شش نداره، شش داره. تنفسش رو هم اینجا دیدیم با هم دیگه. اگه سوالی داریم بپرسیم. خب بعضی وقتا هم پستانداران بسیار بسیار کوچیکن. بچهش رو هم دیدین که رفت زیر شکمش برای این که بتونه از غدد شیریش استفاده کنه و تغذیه کنه. اون بچه‌ای که الان از این ور میاد بیرون، دوباره شیرش رو خورد اومد بیرون و این دوباره تنفسش رو بازدمش رو دیدید. بعضی وقتا هم خیلی کوچیکن. مثلا کوچکترین پستانداری که تو دنیا ما میشناسیم 3 سانتی متر، یه نوعی خفاشه، 3 سانتی متر طولشه فقط از یه بند انگشت و 2 گرم هم وزنشه فقط. فوق العاده کوچیکه.
این پستانداره، این موجود که الان موجود بالغش هم هست بچهشو شیر میده، یعنی قدرت شیری داره. اگر چی پرسیده؟ خب آقای پرنیانی پرسیدن که اون وال چقدر میتونه هوا رو نگه داره. طبیعتاً والها اندازه مختلف دارن، در قنز ششون متفاوته، ولی یه در حدود 25 ثانیه 30 ثانیه تا یه دقیقه حتی فاصله دوتا بازدمشون هست. خب بچه ها یه پستانداران خیلی، یه پستاندار خیلی کوچیک هم هست که بومی ایرانه، بهش کوتوله حشره خوار میگن. درسته که ابعادش یه وزنش یه ذره بیشتره، مثلا 3 گرم حدودن هستش، ولی به شدت کوچیکه. اینجا میتونین ببینینش، این تو جنگل‌های ایران وجود داره، حشره خوار کوتوله حدود 2-3 گرم اندازه میگم، یه مثلا یه پر کالباس حتی کمتر. و ابعادش رو هم برای اینکه بتونید متوجه بشین با این سویچ مقایسش کنید، فوق‌العاده کوچیکه. یه سویچ ماشین رو می‌بینین که چقدر از این بزرگتره. پس پستانداران میتونن خیلی کوچیک باشن، میتونن خیلی بزرگ باشن. این هم از نظر ابعاد. نکته مهمی که کتاب گفته، میگه دستگاه عصبی پستانداران به شدت توسعه پیدا کرده، به شدت پیچیده شده. مثلا بیاین سر یک قورباغه رو، یه دوزیست رو مقایسه کنین با حجم مغزی که در درون اونه، بعد مقایسه کنین سر یک اینجا کروکودیل، یعنی یک خزنده رو با مغزی که درونشه، سر یک ماهی با مغزی که درونشه، حالا با سر پستانداران مثل میمون، مثل مثلا شامپانزه، مثل انسان، که فوق‌العاده بزرگ هستش، فوق‌العاده بزرگ هست مغز، یعنی توسعه پیدا کرده. پیچیدگیش هم اینه که مثلا مغز ماهی شاید نصفش فقط برای تشخیص بویاییه، ولی مغز انسان به شدت قسمت‌های مختلفی رو پیدا کرده. تالاموس داریم، هیپوتالاموس داریم، آمیگدال داریم، هیپوکامپ داریم، قسمت‌های مختلفی در درون مغز وجود داره برای اعمال مختلف. پس پیچیده‌تر هم شده، به خصوص بخش‌های مربوط به هوش، مربوط به حافظه، حل مسئله‌ای که موجوداتی مثل در حقیقت شامپانزه، میمون و حتی سگ، گربه دارن، اینا در حقیقت هوش بالایی دارن. سوال پرسیدن. بله حشره خاره، البته جونده نیستش، ولی وقتی که یه گونه ازش بیاین عقب‌تر تو خانواده قرار بگیرین جز جوندگان میتونن باشن. کی پرسیده؟ آقای صدرزاده پرسیدن فقط مدل مغز این سه تا موجودی که اینجا داریم میبینیم، یعنی میمون و شامپانزه و انسان، اینجوری. نمیدونم اینجوریه منظورتون چیه، چجوریه؟ منظورتون اینه که چین خورده است؟ ببینید پیچیده، ببینید پیچیدگی، پیچیدگی که اینجا میگه از نظر ظاهر نمیگه، که پیچیدگی که داره میگه از نظر کارکرد داره میگه، و از نظر تقسیم بندی هایی که از نظر ظاهری ممکنه نتونیم تشخیص بدیم، ولی یه بخش مغز مربوط به احساس، یه بخش مربوط به هماهنگی عضلات، که من مثلا فرض بگیم شما میتونید کارهای به شدت دقیق رو با انگشتاتون انجام بدیم، مثل پیانو زدن. پیچیدگی منظورش اینه. و توی نخستی ها مثل شامپانزه، مثل لمور، مثل انسان، مثل میمون، توی اینا این پیچیدگی خیلی زیاده. توی حیواناتی مثل سگ و گربه کمتره، تو حیوانی مثل موش از اون کمتره، ولی کلن در پستانداران این پیچیدگی و توسعه از موجودات گروه های دیگری که خونده بودیم در جانوران
بیشتره. اگه سوال داریم بپرسیم بچه ها. چی بوده؟ اما من که نپرسیده. آی رحیمی سوال تو یه بار دیگه مطرح کن. در ضمن به بچه ها بگیم فقط سوال بپرسن، دلیل نداره جواب بدن برای دیگران حواس بقیه رو پرت کنن. آقای رحیمی میتونه صوتی با ما رابطه برقرار کنه؟ آقای رحیمی صدای منو میشنوی؟ آقای رحیمی صدای منو میشنوی؟ بله بفهمید. خب آقای رحیمی وال پرسیدی پستاندار یا ماهی؟ بله. تو فصل پیش نخوندی درست رو؟ ماهی ها رو نخوندی؟ چرا نخوندی؟ اگه خوندی من موقعی داشتم درس میدم چند بار بهت گفتم وال و دلفین اینا رو جزء ماهی ها نگیرید. چند بار گفتم بهتون که مثلا فرض بگیرید موجودی مثل دلفین و وال تنفس میکنن. من در مورد حتی خزندهی مثل مار گفتم، گفتم مار آبی چون تو آب زندگی میکنه ماهی نیست، خزنده است. چون خزنده است آب شش نداره، شش داره. همین الان تو این فیلم شما من بهت والو نشون ندادم به این گندگی گفتم این. الان ما داریم کدوم قسمت رو درس میدیم آقای رحیمی؟ آقای رحیمی پستانداران. من بهت نشون ندادم گفتم جای مختلف زندگی میکنن، یکیش تو آب بود، نگفتم ابعادشون خیلی بزرگه مثل وال آبی. بعد تازه میگی ماهیه یا پستانداره؟ نگفتم بچهش رفته زیرش داره شیر میخوره؟ اکی تاله ماهی ها شیر میخورن. اول پستاندار ها نگفتم به این علت بهش میگیم پستاندار که دارای قدد شیری هست به نام قدد پستانی. اون وقت من میپرسیم وال ماهیه یا پستانداره؟ کدومشه خلاصه؟ آقای رحیمی، آقای رحیمی بله پستانداره. بریم دنباله بحث. تقسیم پستانداران فوق العاده مهمه بچه ها، اینو دقت کنیم. پستانداران رو ما تقسیم میکنیم بر اساس پرورش جنینشون. پرورش جنین یعنی چی بچه ها؟ پرورش جنین یعنی چی؟ پرورش جنین یعنی تغذیه جنین و حفاظت از جنین. به این دقت بکنیم، پرورش جنین یعنی یک تغذیه جنین، دو حفاظت جنین. این میشه پرورش جنین. ما پستانداران رو بر اساس پرورش این جنین به سه گروه تقسیم میکنیم. یک پستانداران تخم گذار، یعنی پستانداری که بچهش به شکل تخم از بدنش خارج میشه، تخمو میشکونه میاد بیرون ولی از قدد شیری مادر تغذیه میکنه. یعنی جنین اینها شبیه جنین یک پرنده نیست، شبیه جنین یک خزنده نیست که اونا هم تخم گذار بودن. بچه که خارج میشد برای خودش کامل میتونست راه بره، حرکت کنه، غذا به دست بیاره، حداقل توی خزندگان. و توی پرندگان هم میتونست زندگی تقریبا مستقلی داشته باشه، هرچند پدر مادر باید بهش غذا میدادن. ولی تو این نوع پستانداران اساسا نارسه. نگاه بکنید یه نمونش رو. این الان آکیدنه هستش.
آکیدنه یه مورچه خاریه، یه مورچه خاریه که رو بدنش تیغ مانند داره. آکیدنه یک پستاندار تخم گذاره، یعنی تخم میذاره و بعد وقتی که نوزاد از تخم خارج میشه بهش شیر میده. این که داریم میبینیم آکیدنه هستش، پستاندار تخم گذار. تخمشو نگاه بکنید، این تخمیه که داره در حقیقت از بدنش خارج میشه، مثل پرنده که تخم میذاره، مثل خزنده که تخم میذاره، اینم تخم میذاره، درست؟ این تخمشه. از این تخم خارج میشه. ببینین نوزادش چقدر نارسه، اصلا نمیتونه خودش حفاظت کنه، اصلا بینایی نداره، بویایی نداره به اون شکل. بنابراین مادر زیر بدنش یک سری قده شیری داره، این مادرشه. البته این دیگه الان آکیدنه نبود، این پلاتیپوسه، اینم یه نوع پستاندار تخم گذاره. پلاتیپوس یا نوکردکی هم همین حالتو داره. نگاه کنین این الان یه خزنده است، خزنده است، تخم گذاره، شبیه اون. ولی تفاوتشو نگاه کنین، وقتی بچهش به دنیا میاد کامله، مراحل رشد جنین در درون تخم کامل شده. برای همین وقتی تخم رو پاره میکنه ببینین راه میره، چشاش میبینه، بویایی داره، تغذیه میتونه بکنه. اینو مقایسه کنید با نوزاد یک آکیدنه یا نوزاد یک پلاتیپوس، ببینید چه شکلیه. این مجبور تغذیهش رو از مادر انجام بده. مادر چجوری به این غذا بده؟ شیر بهش میده. از کجا؟ از غدد پستانی. اینجا با هم دیگه یه پستاندار تخم‌گذار دیگر رو ببینیم، پلاتیپوس رو. این پلاتیپوسه، بهش نوک اردکی میگن، خیلی موجود عجیب غریبیه، نوک شبیه اردکه. روی بدنش مو داره، بین پاهاش، بین پنجه های پاش در حقیقت پرده وجود داره، ناخون داره، تخم گذاره و بعد بچهش رو شیر میده. یعنی یه مخلوطی از انگار از چند نوع جانور دیگه است. این پستاندار، پستاندار تخم گذاره. دقت بکنید، این یک پستانداره اما تخم میذاره. به عبارتی جنین مراحل اولیش رو فقط در بدن مادر میگذرونه، بعد دور جنین یه پوسته ای هست، این پوسته بیرون جنین بدن مادر پاره میشه، اینجا شیر رو داریم میبینی که از غدد شیری خارج شده. ما گروه دیگه ای رو داریم از پستانداران که از اینا کامل ترن، یعنی تخم در درون بدن تشکیل نمیشه، تخم خارج نمیشه، بلکه این گروه دوم نوزاد رو به شکل زنده به دنیا میارن، به عبارتی زنده‌زا هستند. اینا زنده‌زا هن، اما جنین وقتی که در بدن مادر وجود داره همه مراحل رشد رو پشت سر نمیذاره، به شکل در حقیقت نارس به دنیا میاد. وقتی به شکل نارس به دنیا میاد، حالا باید تحت مراقبت شدید مادر باشه، مادری که غدد پستانی داره و به این شیر میده. مادر این موجود نارس رو کجا نگه داره؟ دورش پوسته نیست که، تخم نیست که نگهداری بشه، مادر اینو درون یک کیسه نگه میداره، یک کیسه‌ای که اغلب جلوی بدنش قرار داره. نگاه بکنید، کانگروها که شما باهاشون آشنا هستید، اینجا کاملا مشخصه جلوی بدنش یک کیسه داره و بچهش توی این کیسه زندگی میکنه. الان این بچه کانگرو تقریبا بزرگ شده ولی توی کیسه است، توی کیسه غدد شیری قرار داره و از اون غدد شیری این بچه استفاده میکنه. این ابتداست که به دنیا داره میاد، ابتدایی که به دنیا میاد از رحم مادر خارج میشه و بعد مادر هدایتش میکنه. وقتی از رحم خارج شد مادر هدایتش میکنه به درون یک کیسه‌ای که در حقیقت جلوی بدن هست. توی اون کیسه غدد شیری قرار داره
و این موجود به شدت نارس در حقیقت اصلا تکامل نهایی رو پیدا نکرده، از اون قدرت شیری استفاده میکنه. اینجا داره از قدرت شیری استفاده میکنه. نگاه کنین، قدرت شیری رو تو دهنش گرفته و داره میخوره. کم کم کامل میشه، ناخون در میاره، چشم ها کم کم کامل میشن، هرچند هنوز بینایی نداره. تمام اندام ها کامل میشن، اندام های خارجی به خصوص مثل شنواییش، بیناییش، اندام حرکتیش، و کم کم به موقعیتی میرسه که میتونه از توی این کیسه خارج شه. تعادل نداره، راه رفتن براش سخت، زمین میخوره، ولی کم کم آماده میشه و دوباره بر میگرده تو کیسه مادر، تغذیهش رو ادامه میده، چون هنوز دستگاه گوارشش برای خوردن سلولوز یعنی گیاهان کامل نیست. بر میگرده اونجا شیر رو میخوره تا چند ماه، تا اینکه به حدی برسه که بتونه مستقل زندگی کنه. این پستانداران که الان دیدیم پستاندار کیسه دار هستش. پس پستاندار نوع اول تخم گذار بود، پستاندار نوع دوم کیسه دار، مثل کانگرویی که اینجا دارین میبینید. اگر سوالی دارید بپرسید. کی هست؟ آقای سورانی. سوالش چیه؟ آقای سورانی مختصر. رحم خودش کیسه است که داخل بدن قرار داره. داخل بدن، رحم داخل بدنه. کیسه‌ای که ما میگیم جلوی بدنه خارج از بدنه. این دوتا کاملا با هم فرق داره. چی؟ نمیفهمم. خب چی دیگه؟ طبیعتا دیگه بله بله، کانگورهای ماده فقط کیسه دارن دیگه. سوال آقای پریانی میگن چجوری داخل کیسه هدایت میشه؟ کلن این موجود کیسه دار دهانه رحمشون نزدیک به همون کیسه هستش دیگه. دیگه که سوالی نداره بچه ها؟ هیچ کس؟ آقای فولادی؟ آقای نوری؟ سریع‌تر فقط تایپ کنین، سوالتون رو مختصر بپرسین. بچه ها سوالایی که تایپ میکنین کوتاه باشه که طول نکشه اینقدر، میخواییم درس رو بریم جلو. آقای نوری پرسیدن به غیر از کانگورو دیگه چه حیوانایی کیسه دار هستن، پستان داره کیسه دار هستن؟ آپوسوم هستش، کوالا هستش و مثلا شیطان تاسمانی، اینا رو داریم دیگه، تعدادشون زیاده دیگه. آقای آزادی سریع‌تر تایپ کن، آخرین نفر که جواب میدم چون خیلی داره طول میکشه. خب بریم سراغ مطلب بعدیمون. گروه سومی از پستانداران، گروه سوم از پستانداران که بر اساس چگونگی پرورش جنین و نوزاد، تکرار میکنم، چگونگی پرورش جنین و نوزاد یعنی چجوری تغذیهش میکنن این جنینشون رو، نوزادشون رو، و چجوری حفاظت میکنن ازشون. گروه اول توی تخم بود، گروه دوم تو کیسه نگه میداشتن، گروه سوم در بدن خودشون نگه میدارن. پستانداران جفتار مثل انسان. این جفت چیه منظور؟ جفت یک اندامه، یک اندامی که در حالت عادی در بدن انسان یا بدن اون پستاندار وجود نداره.
یعنی خانوم ها در حالت عادی قلب دارن، معده دارن، ولی جفت ندارن. جفت همراه با رشد جنین رشد میکنه و به وجود میاد و رشد میکنه. اما این اندام چی کار است؟ این اندام در حقیقت رابطه بین جنین و مادره. به عبارتی اندامی پر از رگهای خونی که موادی رو از خودش عبور میده، از مادر میرسونه به جنین و موادی رو از جنین میبره به سمت مادر. علاوه بر اون کارهای دیگه ای میکنه، مثلا هورمونی مثل هاشسیژه ترشح، اینا رو لازم نیست بدونین، ولی هورمون ترشح میکنه، بخش از هورمونا رو به جنین میده، باعث رشد جنین میشه، بعضی از هورمونا رو به مادر میده. بچه ها دیگه چیزی رو تایپ نکنن. اونا که دارن تایپ میکنن شبیه اینی که سر کلاسی که من دارم درس میدم دارن حرف میزنن. فرصت میدم بعد تایپ کن، الان فقط گوش بده. نوع سوم گفتیم پستانداریه که جفت داره. جفت اندامی که در بدن مادر همزمان با رشد جنین رشد میکنه، رابطیست بین مادر و جنین، رابط خونیه. و اینجا میتونی توی این فیلم بهتر این رو متوجه بشی. دقت بکن، ببین، این الان یک جنینه، قلبش، رگها، از این رگها از بدن جنین خارج میشه، ما بهش میگیم بندناف. بندناف مجموعه از رگها، سرخ رگها و سیاه رگهایی که دورش یک غلاف وجود داره. این بندناف رگهای جنینه، ادامه رگهای جنینه که میاد میرسه به جفت و از جفت یک سری رگ وارد بدن مادر میشه. شما اینجا الان میتونید جفت رو ببینید. اینجا جفته، اینجا جفت است، پلاسنتا یا جفت. دیواره کوریونی الفا کیسه جنینیه که ما کاری بهش نداریم. ببینید، خون تو بدن جنین میچرخه، وارد بندناف میشه، وارد جفت میشه، وارد بدن مادر میشه. پس جفت اندامیه که این رابط بین بدن جنین و بدن مادر هست. اینجا نگاه کنین، این در حقیقت جنین رو در درون کیسه در حقیقت آمونیونی هستش. این الان چشمشه، این دستهاشه و بعد با بندنا وز شده. این تیکهی که اینجا هست این جفته، این تیکه پرخونی که اینجا هست جفته و بدن این جفت به بدن مادر وصله. دقت بکنید، دقت داشته باشیم. یه بار دیگه با هم پلاسنتا یا جفت رو ببینید. این قسمت پرخونی که میبینید، اینجا جنین، اینجا جفت، اینجا بدن مادر. اینجا نگاه بکنید، اکسیژن از بدن مادر وارد جفت میشه، پلاسنتا، و از اونجا وارد بدن جنین میشه. مواد غذایی وارد جفت میشن، وارد بدن جنین میشن. داروها، الکل اگه مادر مصرف کنه متاسفانه، مواد در حقیقت ایمنیزا و ویروس ها، حتی میتونن متاسفانه ویروس ها هم وارد بدن جنین شن، اینا از جفت رد میشن. اما جفت بعضی از باکتری ها، بعضی از ویروس ها رو، بعضی از مواد مضر رو جلوشون رو میگیره، مثل صافی عمل میکنه و نمیذاره وارد بدن جنین بشه. هورمون ترشح میکنه جفت. بعضی از هورمون ها وارد بدن مادر میشه، بعضی از هورمون ها وارد بدن جنین میشه. یه بار دیگه تذکر میدم، آره، کسانی که موقعی دارم درس میدم شروع میکنن به تایپ کردن، به عنوان منفی اینجا براشون دارم نمره میذارم. بهتون وقت میدم زمان خودش سوالتو بپرس. خب پس در حقیقت جفت رو فهمیدیم که چی هستش. البته دقت بکن، جفت یه کار دیگه هم میکنه، دیوکسید کربونی که در بدن جنین ساخته میشه رو انتقال میده به بدن مادر. یا مثلا اگه دقت بکنید، مواد دفعی رو که تو بدن موجود جنینی داره ساخته میشه میگیره و وارد بدن مادر میکنه تا مادر اون رو دفع بکنه، چون جنین تنفس نمیکنه، جنین دستگاه گوارشش برای دفع کار نمیکنه، اونا رو وارد رگ ها میکنه و وارد بدن مادر میکنه. پ-
پس در حقیقت نقش جفت رو شناختیم. پستاندارانی که جفت دارند، پستاندارانی که جفت دارند گروه سوم پستانداران بودند که بر اساس چگونگی پرورش جنین و نوزاد تقسیم بندیشون کردیم و به اونها پستانداران جفتدار گفتیم. یه بار دیگه سه نوع پستاندار بر اساس چی؟ پرورش جنین. پرورش جنین یعنی چی؟ چگونگی تغذیه و حفاظت جنین و نوزاد. به سه گروه تقسیم شدن. چیا بودن؟ تکرار کنید با خودتون. پستانداران تخم‌گذار، پستانداران کیسه‌دار و سومیش پستانداران جفتدار. حالا وقت دارین سوالاتتون رو بپرسید. چی هستش؟ آقای ایمان رحیمی گفتم من بعضی وقتا شنیدم که جنین میتونه ادرار بکنه. اولا که میگم شما گفتین دفع نمیکنه. اولا دفع با ادرار فرق داره دیگه، حداقل در این حد باید سواد داشته باشیم. ادرار از در حقیقت مثانه انجام میگیره، دفع از روده ها انجام میگیره. ادراری که میکنه در ماهای در ماه آخر، در روزهای آخر این اتفاق میتونه بیفته که میتونه پی‌اچ مایه آمونیونین رو تغییر بده، پی‌اچ رو ببره به سمتی که مناسب برای جنین نباشه. این آخر روزهای آخری که دیگه باید به دنیا بیاد. کیه این؟ کی؟ آی صدرزاده داری میپرسی لیلی زن بود یا مرد؟ یک ساعت دارم درباره جفت صحبت میکنم بعد میگی نفهمیدم درباره جفت. دیگه چی باید بگم؟ جفت یک اندامی است در بدن مادر همزمان با رشد جنین به وجود میاد و رابطی است بین جنین و مادر از نظر رگهای خونی. علاوه بر این که رابطه مثل یک صافی عمل میکنه، بعضی مواد سمی رو ممکنه عبور نده، مواد تغذیه‌ای رو برسونه، مواد دفعی جنین رو برسونه به بدن مادر که دفع کنه و بعضی وقتا هورمون ترشح میکنه. باز هم میگین نفهمیدین جفت چیه؟ جفت بالا و پایین چه فرقی داره؟ جفت بالا و پایین؟ جفت بالا و پایین دیگه چیه؟ چیه این؟ آی خرمی صوتی میتونی حرف بزنی یا نه؟ آی خرمی درخواست صوتی بده ببینم. نه 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 اولین تکلیفش مشخص شد. آی خرمی صوتی درخواست بده. آی خرمی پرسیدن جفت بالا و پایین چه فرقی با هم داره؟ جفت بالا و پایین دیگه چیه؟ بچه سوالای عجیب و غریب از خودتون در نیارید. نفر بعد چی پرسیده؟ رگ‌ها در حقیقت اون لحظه شروع به خونریزی ممکن کنن ولی گره میزنن. در حقیقت دیگه ما احتیاجی به اون رگ‌های بند ناف نداریم، برای همین گره میزننش، با جفت خارج میشه و در حقیقت اگر دقت کرده باشیم یه قسمت خیلی کوچیکیش به بدن در حقیقت نوزاد وصله که به مرور خشک میشه و جدا میشه. جفت بالا و پایین؟ بگو هر موقع رفتی این اصطلاح یه جایی دیدی برای ما هم بفرست، بعد جفت چپ و راست هم ببینم چیه. جفت بالا و پایین چی؟ من نمیفهمم جفت بالا و پایین چیه. راستشو بخوای یه دونه است، جفت یکیه، بالا و پایین نداره. بعدی خب کسانی که سوال دارن سریع تایپ کنن، کوتاه تایپ کنن، سوالاتتون رو بپرسین بچه ها. حرف بزنه آقای پریانی. آقا احتمال داره بند ناف دوره گردن جنین به ویژه باعث
آقای میرزمانی گفتن آیا احتمال داره که بند ناف دور بدن جنین بپیچه و باعث مرگ بشه؟ بله، جنین روزهای آخر، دقیقا روز آخر باید بچرخه و سرش به سمت پایین قرار بگیره. اینجور موقع ها ممکنه که بند ناف دور گردنش بپیچه و موقع زایمان خفه بشه. بله، هم چیزایی هستش. برای همین جور مواقع دستور سزارین و این چیزا میدن. یعنی چی؟ آقای سورانی پرسیدن جفت با هورمون خاصی رشد میکنه، منظورت چیه؟ یه مقداری واضح تر بگو بفهم چی میگی. حالا فرض آره میکنه، خب که چی؟ سوالت چیه؟ آقای سورانی سوالت یه مقداری واضح تر بگو ببینم چی میگی. بله، چرا خونه بند ناف رو نگه میدارن؟ چرا خونه بند ناف رو نگه میدارن؟ کی نگه میده؟ ببین چه سواله. آقای قاضی من اینجوری میشنوم، به من میگن، میگن شما پرسید چرا خونه بند ناف رو نگه میدارن. خونه بند ناف، آهان، شاید منظورت چیز دیگه است. ببین بند ناف در حقیقت میتونن جز سلول های رویان ازش استفاده بکنن. بله، اونو استفاده میکنن برای اینکه اگر یه موقعی بیماری داشت اینو تو بانک های رویان نگهداری میکنن و بعدها استفاده میشه. این در مورد این. آقای سورانی هنو نفهمیدم سوال دیگه. آقای سورانی شما سوالتو واضح بگو ببینم چیه سوالت. کسایی دیگه هم اگه سوال دارن بپرسن. آقای سورانی سریع‌تر تایپ کن. چی میگه؟ آقای سورانی یه چیزی نوشتین که آقای رهبر برام میخونه، من که نمیفهمم چی میگی. آیا میتونی با صدا بگی آقای سورانی چی داری میگی؟ الو صدا میاد؟ بله آقای سورانی چی داری میگی؟ این هورمون چیه که کجا ترشح میشه چیه؟ منظورم این که جنین ایجاد میشه بعد جفت جنین ایجاد میشه. سب کن، یکیه کی؟ جنین که توسط لقاح انجام میگیره، بعد تخم ایجاد میشه، بعد جنین. جنین ربطی به هورمون نداره. نه منظورم این که جفت روش میکنه یه دفعه. یه دفعه روش نمیکنه، همزمان با جنین روش میکنه. خب همون یه هورمون خاصی روش اثر میذاره. بله، FSH هست، LH هست، فولیکول استیمولیشن هورمون بهش میگن یا لوتیشن هورمون. ولی چه ربطی داره به بحث ما اصلا؟ نه قدرتشو میخوام. قدرتش خب توی ممکنه از ابتدا اگه بخوای از قسمت هیپوتالاموسی هستش که FSH و LH رو ترشح میکنن. ولی اینا چه ربطی داره اصلا به بحث ما الان؟ ما درباره خود جفت داریم صحبت میکنیم. خونه آخر اگر قرار بود بپرسی که ربطی هم نداشت، این بود که هورمون جفت چیه که مثلا هاشسجه هستش. ولی اینکه حالا جفت توسط کدوم هورمونه، هورمونه کجا هست، بعد اندام هدفش، اینا ربطی داره به الان درس ما واقعا به نظرت؟ ولی اطلاعات عمومی میخواست الان سر کلاس آنلاین نیم ساعته اطلاعات عمومی. آره آقا، خب برای اطلاعات عمومی هم گرفتی فکر میکنم، درسته؟ علیه. موفق باشیم. خب بچه ها بریم دنباله بحثمون. ببینید بچه ها اینجا بعد تو پاورپوینت چیزی ندارین چون نکته مهمی نداره. تو کتابتون دو سه تا چیز گفته، یکی اینی که ما میایم این پستانداران جفتدار رو به سه گروه دیگه تقسیمشون میکنیم، همین پستانداران جفتدار رو، منتها بر اساس نوع تغذیهشون. بعضیا گیاهخوار هم مثل گاو و گوسفند، بعضیا گوشتخوار هم مثل شیر و پلنگ، بعضی هم همه چیز خوارن مثل انسان، مثل خرس، کم گیاه میخوره هم گوشت میخوره. یه نکته دیگه هم گفته که ما چه
اهمیتی داره برای اون پستانداران. اینی که مثلا توی ده و این حرفا برای حمل و نقل استفاده میکنن، اینی که ما به عنوان تغذیه از گوشتشون استفاده میکنیم. یه نکته اومده گفته پاکسازی محیط. پاکسازی محیط، ببینید بچه ها، مشخصه زمانی که ما موجودات پستانداری مثل شغال و کفتار رو داریم، اینا میان مردارخواری میکنن و محیط رو از مردار که توش ممکنه باکتری ها عفونت ایجاد بکنن پاک میکنن. یه لفظ دیگه ای که توی کتابتون هست میگه کمک میکنند به گسترش جانورانی که هوشمندترن، فرزترن، چابکترن. چجوری بعضی از پستانداران میتونن باعث گسترش حیوانات هوشمند و قوی بشن؟ اگه کسی میتونه سریع تایپ کنه، چجوری ممکنه بعضی از پستانداران باعث گسترش حیوانات هوشمند و قوی تر بشن؟ حیوانایی که باهوشن میتونن نسبت به گونه‌های خودشون، مثلا فرض بگیرید شما چند رأس آهو رو در نظر بگیرید و بعد یه حیوانی به اینا حمله میکنه، اون شکارچیه باعث میشه که نسل‌های بعدی این آهوها باهوشتر و قوی‌تر باشن. چطور؟ چقدر وقت داریم آقای راهبر؟ فهمون. خب یکی از دوستان درست میگه، میگه انتخاب طبیعیه، یعنی در حقیقت اون شکارچی طبیعتاً آهویی رو میگیره که ضعیف‌تر بوده، هم از نظر هوشی مخفی شدن، هم از نظر عضلانی. پس این آهویی که شکار میشه ژن ضعیفش رو نمیتونه به نسل بعد برسونه، ولی آهویی که قوی‌تر بوده فرار میکنه، ژنش رو میرسونه به نسل بعد و همینجور به مرور آهوهای قوی تری به وجود میان. یه نکته هم گفته که سنجاب ها میتونن باعث گسترش بعضی از جنگل ها مثل جنگل بلوط بشن. چرا؟ چون سنجاب ها میرن دانه های بلوط رو برای زمستون زیر خاک توی عمقی دفن میکنن. بعضی وقتا اون سنجاب میمیره و زمستون نمیتونه اونو مصرف کنه، بعضی وقتا یادش میره، بعضی وقتا هم سنجاب های دیگه حمله میکنن، چند تا از اونا رو میبرن و سنجاب فکر میکنه دیگه امن نیست، بقیه رو سراغش نمیره. این دانه های بلوطی که در زیر خاک در یک عمق مشخص دفن شدن، توی سال بعد جوونه میزنن و باعث بیشتر شدن درختان بلوط میشن. این در مورد این. وقتمون تموم شده، فقط بهتون بگم پنجشنبه بعد تعطیله، برای شنبه بعد برای شیمی باید آمادگی کامل داشته باشین روی استوکیومتری و موازنه. یعنی اول که میام بهتون سوال میدم، استوکیومتری توش موازنه داره، فرد خاصی رو میگم، باید همینجوری که داره حل میکنه به من صوتی توضیح بده تا براش نمره بذارم. یک، دو، تکلیفتون برای فصل 14، یعنی هم فصلی که تموم شد، یک هفته وقت داری تا یه نمودار درختی فوق‌العاده کامل تایپ شده، نه با دست، انجام بدی، پی دی افش رو بفرستیم برای آقای راهبر. اگه نمیدونی نمودار درختی چه شکلیه، من با آقای راهبر میگم انجام دادین با آره، پس آقای راهبر میگن انجام دادن، نمونه هم گذاشتم، نمونه رو نگاه کنی تا جایی که اصلا نمره مستمر تو از این نمودارهای درختی هستش. نمودار درختی تو از امروز شروع کن، یه پاراگراف بخون، نمودار درختیشو تایپ کن، عصر دو تا پاراگراف دیگه بخون، نمودار درختیشو تایپ کن. نمودار درختی وقت گیره، بذاری برای پنجشنبه جمعه چیز حسابی تحویل نمیدی. نمودار درختی هر کس باید با دیگری متفاوت باشه، این مال بعضی شبیه باشه به عنوان تقلب صفر میذارم براشون. سوال دارین؟ پاورپوینت هم باشه خیلی عالیه، از پی دی اف خیلی بهتره، ولی نمودار درختی میخوام باشه. یعنی باید اگرم تو پاورپوینت گذاشتیش بعدن همه رو توی تصویر نشون بدی با یک نمودار درختی. خسته نباشید بچه‌ها.